سوسیان. کتاب عفو سوسیان خیلی کتاب پرباری هستش و دلیل اینکه ما می‌خوایم این رو بخونیم اینه که خیلی مسائلی درش هستش از نظر الهیاتی، از نظر هویتی و از نظر روابطی که خیلی به درد ما می‌خوره. خیلی سال پیش اینو خوندیم، دوستانی که با ما بودن تو بابل استیدا داشتن، ولی به عنوان سری موعظه جدید عفو سوسیان هستش که خوبه که اینو با هم بخونین توی خونه هم که هستین. اما فصل یک رو میخواییم ما هم نگاه کنیم از آیه 1 تا آیه 14. چیزی که در کتاب افسوسیان ما همون ابتداش میبینیم که آیه 1 تا 3 هستش، پولس رسول خودش رو رسول مسیح میدونه. حالا بحث زیاد هستش که خیلی ها میگن که این به خاطر استفاده کلماتی که شده و به خاطر نبودن خیلی از مسائلی که در نوشته‌های دیگه پولس بوده، خیلی بحث مفصلی بین الهی‌دان هستش که این رو اصلا پولس نوشته یا نه. ولی خب چیزی که در دست ما هستش به نظر همون پولس هستش. پولس کسی بوده که خودش رسول خطاب میکنه و این نامه رو به مقدسینی مینویسه که ساکن شهر افسوس بودن. وقتی که ما راجع مقدسین صحبت میکنیم، مقدسین کسانی نبودن که این معصومین باشن، یک سری کارها رو نکرده باشن که مقدس شده باشن و خدا بگه این گروه یه گروه خیلی خاصی هم به خاطر اعمالشون. مقدسینی که ما در اینجا میخونیم و در کتاب مقدس میبینیم کسانی هستن که در مسیح مقدس شمرده شدن. و برای همین پایین ترش که وارد میشیم، کل صحبت افسوسیان توی فصل 1 و 2 و 3 راجع به اینه که راجع به این فیضی هستش خدا ما داده، راجع به مسیح هستش که به بشر میده که در مسیح اتفاقات عجیب غریبی میفته، در مسیح خیلی مسائل رخ میده برای اون شخص که یکیش همین قداستی هستش که به وجود میاد که حالا راجعش میخوایم امروز و هفته‌های دیگه صحبت کنیم. فصل یک آیه 2 رو که نگاه کنید هم راجع به فیض و سلامتی صحبت میکنه که از سوی خدای پدر، پدر ما و عیسی مسیح هستش. و در انتهای آیه 14 راجع به روح القدس صحبت میکنه که دقیقا 3 شخصیت تثلیث هم ما اونجا میبینیم که اینو میخوام تو ذهنتون باشه که چون میخوام راجعش بعدا هم صحبت کنیم. اگه با من کتاباتون باز هستش آیه 3 رو نگاه کنید. تو قسمت 3 زمانی که ما میبینیم پولس با یک ستایشی نامش رو شروع میکنه که خیلی قشنگه، که ما وقتی که دور هم جمع میشیم یک سری حقایقی که وجود داره رو وقتی که درک میکنیم عملاً به دعا و پرستش باید برسیم. کسانی که دعا نمیکنن، در خلوتشون دعا نمیکنن، نشون دهنده اینه که کلام رو نمیخونن. یک معادله خیلی راحتیه، چون کسی که کلام رو بخونه اتوماتیک به دعا کشیده میشه. کسانی که زندگیشون همیشه در دعا هستش میتونن، حالا یعنی دعا بدون کلام امکان پذیر هست، ولی کلام خوندن بدون دعا یه جورایی نمیشه انگار. چون وقتی که ما کلام رو میخونیم یک سری حقایق، یه سری اتفاقایی برای ما رخ میده در خوندن این کلام که ما رو به پرستش، ما رو به دعا، ما رو به اون ستایش و تمجید خدا میبره. و پولس هم زمانی که اینجا شروع میکنه به خاطر یک سری حقایقی که در کلام و در عیسی مسیح بهش رسیده بوده، آیه 3 رو اینطور شروع میکنه که متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است. این یه بیانیه خیلی عجیب غریبیه که اگه انسانهایی که بیرون هستن این رو بشنون شوکه میشن و خیلی اون رو دروغ و خیلی اون رو ممکنه حتی مسخره بدونن. چون زمانی که ما راجع به مسیح صحبت میکنیم و کلمه در مسیح که اینجا بارها تکرار میشه، که اگه نگاه کنید آیه 3, 4, 6, 7, 9, 12 و در آیه 13 دو بار در مسیح، در او، در آن حبیب صحبتی که داره میشه که ما در مسیح همه برکتهای آسمانی رو داریم. وقتی صحبت از برکات آسمانی میشه، یک سری برکاتی نیستش که در آسمان برای ما کنار گذاشته شده باشه، برکاتی که امروز یک مسیح میتونه بگیره، برکاتی که همه ما دنبالش هستیم، مثل آرامش، مثل اون خوشی، مثل محبت، مثل اون مسائلی که همیشه دنبالش بودیم و چیزهای خوبی فکر میکردیم باشه و میخواستیم از نظر شخصیتی، از نظر روحانی بهشون برسیم، هیچ جا نمیتونیم اونا رو پیدا کنیم مگر در مسیح.
زمانی که ما در باب این در مسیح صحبت میکنیم، در او چه اتفاقی برام میفته، خوبه که راجع به فیض صحبت کنیم، چون که ما هیچ وقت نمیتونستیم در مسیح یافت بشیم اگر خدا فیضش رو ما نمیداد. چون چیزی نیستش که انسان بتونه یک فرمولی رو حل کنه و خودش رو وارد مسیح بکنه. این کار ما نیست، به خاطر محبت و عمل کرد خداست که این اتفاق میفته. برای همین پایین تر آیه 4 اگه نگاه کنیم، میگه زیرا پیش از آفرینش جهان ما را در وی برگزید. این که بحث مفصلی هستش که آیا ما هستیم که خدا را انتخاب میکنیم؟ آیا ما هستیم که مسیح را انتخاب میکنیم؟ یا نه، خداست ما را انتخاب میکنه و ما را بر میگزینه. خیلی واضحه، حالا آیات خیلی مفصلی هست، من چند تا آیه براتون خواهم خود در ادامه. و اینجا میبینیم که میگه خدا قبل از آفرینش، قبل از اینکه یعنی پیدایش یک یک به وجود بیاد، خدا نقشه‌شو ریخته بوده و خدا برگزیدگی و این نجاتی که قرار بوده برای انسان بیاد رو داشته. این نیستش که ما فکر کنیم که زمانی که انسان به وجود اومد و بعدش خدا دید انسان گناه کردش و حالا من مجبورم یه پلنی بذارم. نه، خدا میبینیم که در همینجا تأکید میشه دوباره که قبل از آفرینش خدا ما رو انتخاب میکنه و ما رو برمیگزینه. ولی خیلی ها بر اشتباه، حالا کسانی که خیلی در صدد این هستن که الهیات نظاممند یا الهیاتی که دنبال اصلاحات هستش باشه، که خیلی هم چیز خوبی هستش، این سرصدای این برگزیدگی، سرصدای این کلمات الهیاتیشون خیلی بیشتره تا اون چیزی که در کلام خدا نوشته شده. چون ما الهیات رو میخوایم برای اینکه ما رو به یک جایی ببره، نه اینکه الهیات رو در خودمون داشته باشیم با هم بحث کنیم، نه اینکه به یه الهیاتی برسیم که سرمون گنده بشه، آدمای دانشمندی بشیم ولی درون و قلبمون همون جوری کوچیک بمونه. چیزی که وجود داره اگه ادامه نگاه کنین، این برگزیدگی خدا برای نجات ما نبوده فقط. دقت کنید، برگزیدگی خدا و انتخابی که ما شدیم برای قداست ماست. یعنی زمانی که ما انتخاب میشیم، خدا ما رو انتخاب میکنه. یک، قبل از اینکه ما اصلا به وجود بیایم خدا این رو انتخاب میکنه، حالا میرسیم که بعد چطور، و انتخابی که میکنه برای اینه که ما شبیه مسیح بشیم. یعنی انتخاب خدا برای اینه که ما بی عیب بشیم. خدا زمانی که ابراهیم رو انتخاب میکنه و میبینیم که در همون پیدایش انتخاب میکنه، خداست که پیش قدمه، خداست که همیشه قدم رو میذاره و میاد و به حالتی اولین کاری که بعد انجام بشه رو انجام میده. و انسان در برابر این انتخاب شدن هیچ قدرتی نداره. یعنی انسان نمیتونه در برابر خدا مقاومت کنه، انسان نمیتونه در برابر این فیض مقاومت کنه. یونس رو خاطرتون هستش که خدا گفت یونس من تو رو میخوام که بری نینوا، یونس گفت نمیخوام و نتونست در برابر خدا و رفت توی مسیری و داستان علامت تو میدونین که چجوری هستش. بهش میگن فیضی که از طرف انسان غیر قابل مقاومته، انسان نمیتونه. و کسانی که انتخاب شدن و برگزیده شدن که از قبل از آفرینش بوده، اونها کسانی هستن که زمانی که کلام خدا و اون خواندگی رو از خدا میگیرن، بله میگن و ایمان میارن و قلبشون این کلام رو قبول میکنه. این نیستش که خدا میدونسته انتخاب این اشخاص رو و به خاطر انتخاب این اشخاص انتخابشون میکنه قبل از آفرینش، نه، همهش از طرف خداست. و زمانی که خدا این رو اعلام میکنه، اون شخص نمیتونه در برابرش بیسته و اون برای شباهت ما به خدا هستش.